پوری، درود بر شما. قربان شما، من در خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیز هستم. آقای پوری، من درباره این فاجعه‌ای که اخیراً در دریای مدیترانه دوباره رخ داده و جان بسیاری از پناهجویان رو گرفت که هنوز آمار دقیقش هم معلوم نیست، این کشتی 80 نفر مسافر داشته و 104 نفر 105 نفر نجات پیدا کردن. من سوالم از شما اینه آقای پوری، گفتم که شما هم فعال پناهندگی بودید هستید و هم تحلیلگر مسائل پناهندگی، عمری رو بر سر این کار رو این موضوع گذروندید، چرا این فجایع تکرار میشه؟ با درود به شما و بینندگان و شنوندگان ارجمند، ببینید واقعیت اینه ما اگه از سطح این اخبار بخوایم یه مقداری عمیق‌تر به ریشه مسائل بپردازیم و بتونیم این اخبار رو مثلا در 30 سال اخیر در ارتباط با هم دیگه درک کنیم و روند حاکم بر سیاست پناهندگی رو خوب درک کنیم، ما باید بتونیم اون واقعیت‌هایی رو که اتفاق افتاده پشت سر هم قرار بدیم، ببینیم چجوری این مسائل پیش میاد. همه اشک تمساح میریزند ولی هرگز این مسئله حل نمیشه، چه هیچ، هر سال هم بدتر میشه. خب یکی از این مسائل از نظر سیاسی استراتژی اروپا که 30 سال من بر علیه اینا در هزاران کنفرانس و نمیدونم مصاحبه مطبوعاتی و اینا برخورد کردم و بارها اینو تکرار کردم و این مسئله حل نشده که هیچ، بدتر هم میشه، اینه زیرکی سیاستمداران اروپایی اینه که میگن سیاست ما سخت گیرانه ولی عادلانه است. یعنی اینها توانایی اینو دارند که سرکوب رو، جنایت رو به زیباترین نحو ارائه کنند. ما مسئله ایرانیا دارن میگن طرف این هنر رو داره که به اصطلاح گنجشک و رنگ میکنه جای بلبل میفروشه. اینها واقعیت، اروپایی ها در اعمال این سیاست ها استادان بی نظیر هستند. حالا اینا میگن که آقا ما میخوایم سیاست پناهندگی رو سخت گیرانه بکنیم تا خاصیت مکندگی و جذابیت اروپا برای پناهنده ها از بین بره. حالا چگونه این کار رو میکنن؟ بازم ببینید چطوری فرموله میکنن. میگن که ما میخواییم به اصطلاح اقدامات حمایتی و کمکی از پناهندگان را آنچنان ساده و بیالایش کنیم که اروپا جذابیت خودش برای پناهنده ها از دست بده. حالا اینا رو چطوری انجام میدن؟ من تو دو تا بخش بهش برخورد میکنم. ببینید یکیش چند تا تصویر هست، من اینا رو به اصطلاح منتشر میکنم که ببینید مثلا در هلند که یکی از کعبه ها و نمیدونم مراکز عدالت و حقوق بشر و اینها در جهان هست، برای اینکه جذابیت هلند رو به پناهنده کم بکنند، اینها سال پیش اومدند آگاهانه بحران پناهندگی آفریدند، گفتند در هلند ما جا به اندازه کافی برای پناهندگان نداریم، بنابراین کسانی که به مرکز پذیرش پناهندگی می اومدند بیش از 700 نفر ماها در جلوی در ورودی مرکز پذیرش پناهندگی تو خیابون روز چمنها اینا خوابیدند و اونجا توالت های سیار گذاشتند. اونقدر این کثافت و میکروب و به اصطلاح بهداشت وحشتناک بود که دکترهای بدون مرز به اصطلاح میگن کار ما شرکت در کشورهای جهان سومه که به پناهنده‌ها بتونیم مینیمم استانداردها رو تضمین بکنیم، ولی الان از دکترهای بدون مرز درخواست کمک شده بود. یعنی اینقدر اوضاع خراب بود که اونها بیان در جلوی مرکز پذیرش پناهندگی به این پناهنده‌ها رسیدگی کنن، که عکس اینا خیلی مهمه که ببینید. خانم سرژنتینی نماینده دکترهای بدون مرز میگه من از دیدن این صحنه ها ویران شدم، اینجا مثل جهان سوم شده، من نمیفهمم بدتر از اون کشورها شده، چرا این بلا سر پناهندگان اینجا میاد. خب این اسمش سیاست ساده و بی‌آلایشه.
ولی این سیاست ها به ظاهر اینها بعضی وقتا اعتراف میکنن که آره ما هم دیدیم اوضاع خیلی خرابه، حتی نمیدونم پادشاه هلند هم اومد از تمساح ریخ که این وضعیت نباید ادامه پیدا کنه، ولی ما دموکراسی داریم، شهرداری های ما نمیخوان پناهنده بپذیرن، ما به زور نمیتونیم به اونا دیکته کنیم چیکار کنیم، کلی از این داستان ها. و در این میان یه سری خبرنگارا مقاله هایی نوشتند هلند هنوز برای پناهندگان سرزمین شیر و عسل است، آنها برای شیر و عسل میان اینجا. خب شما اون عکس ها رو ببینید، ببینید که کثافاتی که در اونجا هست چقدر متعفن و وحشتناکی، که خانم سرجنتینی میگه که من از دیدن این مناظر ویران شدم. این آیا اینا شیر و عسل تقدیم پناهندگان میکنید؟ خب حالا سوال اینه مثلا چطور میشه در اروپا اینها در یک شب 17 میلیارد یورو برای فقط پناهندگان اوکراینی تصویب میکنند و هلند میگه ما تا بی نهایت برای اونها هر چیزی باشه انجام خواهیم داد، هر هزینه ای داشته باشه میپردازیم، ولی برای پناهندگان کل جهان بیش از 100 میلیون پناهنده بودجه کمیساریال پناهندگان جهان 10 میلیارد یوروه، در حالی که فقط برای پناهندگان اوکراین اروپا بیش از 17 میلیارد توی شب تصویب کرد، حالا علاوه بر هزینه های خیلی زیاد دیگه. این مسئله پناهندگیه. پس ببینید این یه مسئله سیاسیه، اگه بخوان یه مشکل رو حل کنن خیلی راحت میتونه حل کنن، اگر نخوان با این حرفای زیبا که اعتراف میکنن برای اینکه انتقاد رو به اصطلاح لبه های به قول خودشون تیزش رو جرد بکنن نذارن خون ریزی ها بیرون دیده بشه، میگن که آره ما اعتراف میکنیم که سیاست ما سخت گیران است، ولی خب این برای عدالت بیشتری بیشتر میکنند، عدالتشون هم بیشتر میشه، در حالی که الان یکی از مسائلی هم که راضی به همین پرونده ها به طور دائم میگن برای این عدالت، میگن ما باید کاری کنیم که به سرعت در مرزهای بیرونی تشخیص بدیم چه کسانی پناهنده واقعی هستند چه کسانی نیستند، اونهایی رو که پناهنده واقعی نیستند باید فورا روانه زندان کنیم و کشورهاشون رو از طریق تهدید نمیدونم از طریق تشویق کمک مالی اقتصادی نمیدونم توسعه وادار کنیم این پناهندگان رو پس بگیرند. خب چون که بعضی از کشورها هستند که میگن آقا پناهنده آقای پوری شما میگین که این مسئله اینا میتونن حل بکنن، چجوری میتونن حل بکنن؟ یعنی خب ساده میگیرین الان میگم برای شما. ببینید اول این پروسه رو توضیح بدم که چجوری دارن این روند جنایت ها رو در عمل تضمین میکنند. وقتی که در اروپا سازمانی به اسم فرونتکس به وجود آوردند از سال 2005، در سال 2005 فرونتکس آژانس محافظت از مرزهای اروپا است. خب 5 میلیون یورو بودجه این سازمان بوده. الان توی گرافیکی هست من اینجا میذارم به اصطلاح در سال 2022 به 575 میلیون یورو افزایش یافته بودجه محافظت از مرزها. خب پس اینا سرکوب رو به بهترین نه سازماندهی میکنن، از 5 میلیارد رفته اونجا، در حالی که بودجه نجات قبلن به اصطلاح پناهندگان در دریای مدیترانه برای کل کشورهای اروپایی 100 میلیون دلار بوده، یورو بوده. خب اینو در سال 2013 کردند 30 میلیون، یعنی 70 میلیون صرفه‌جویی کردند. پیامد شما دیدیم که در سال 2014-15 تعداد مرگ‌ها در دریای مدیترانه تا 5000 تا بالا رفت. خب یعنی این سیاست ها تأثیر مستقیم خودشون نشون میده. بله آقای پوری ما چون وقت اون محدوده لطف کنید، این شما گفتین که میشه که اینها این مسئله رو حل بکنم خیلی راحت، این در چه چارچوبی میتونن حل بکنم از این صحت با چه امکاناتی؟ ببین چارچوب مسئله پناهندگی
پرداختن به ریشه مسائل پناهندگی است، نه نظامی کردن مسئله پناهندگی و سرکوب باعث حل هیچ مشکلی نمیشه. در نهایت تأسف در اروپا اینها الان برای حل مسئله پناهندگی بی جهت نیست که احزاب راسیست و فاشیست هم این همه رشد میکنن. همه اینا یه حرف دارن، میگن سرکوب رو بیشتر کنید، اگه شما اینها رو از دریا نجات بدید در حقیقت کشورهای ما تبدیل به تاکسی دریایی میشن در خدمت قاچاقچی ها، پس برای اینکه ما در خدمت قاچاقچی ها نباشیم بذاریم اینا تو دریا بمیرن. خب وقتی اینا بمیرن اون پیامی که اینها میخوان به جهان بفرستند، اون پیام ترسوندن پناهندگان بلقوه هست که به اروپا. نه آقای پوری، سوال من اینه، شما گفتین که اینا راحت میتونن این مسئله رو کنن، چمونی میتونن حل بکنن؟ ببینید مهمترین مسئله، همه اعتراف میکنن ریشه پناهندگی چیه؟ جنگ. خب اینها هرگز رابطه ای بین جنگ ها و جریان پناهندگی برقرار نمیکنن. تو سیاست هایی که الان بحث میشه تو تلویزیون نمیگن که ما این جنگ ها رو به راه میندازیم به خاطر منافع داخلی ما، به خاطر منافع اقتصادی ماست که این کشور ها به این روز افتادن، پس این جریان رو ما باید براش یه فکر اساسی بکنیم. این اولین چیزیه که همه میدونن. خب اینا باید این کار رو بکنن. دو، کمک واقعی به توسعه و دیولپمنت، این تکامل اقتصادی کشورهای به ویژه جهان سوم و آفریقایی است. ببینید من یه مثال میزنم سریع، این خیلی مسئله روشن میکنه. یکی از مهمترین نوابغ جهان که میگن جزو 50 اندیشمندیه که جهان ما رو دگرگون کرده، آقای چیشور محبوبانیه. اینو در کنفرانس G7 که رهبران جهان نشستن بهش میگن که چیشور مهمترین بحران قرن 21 چیه، میگه که مهمترین مسئله اینه که در سال 1954 تعداد جمعیت آفریقا نصف جمعیت اروپا بود، الان تعداد جمعیت آفریقا دو برابر جمعیت اروپا شده، یعنی چهار برابر بیشتر شده. تا پایان این قرن 10 میلیارد نفر خواهد شد. جغرافیای آفریقا چسبیده به اروپا است. شما نمیتونید بگید به این 10 میلیارد نفر برو به آمریکا، اینها همه به اروپا خواهند اومد. این اولین مسئله اروپاست. راه حلش چیه؟ میگه راه حلش یک صلح، دو توسعه به از بین بردن شکاف فقیر و غنی جهان شمال و جنوب در آفریقاست. این کار رو شما نمی کنید. خیلی روشن به رهبران G7 همه نشستن میگه که شما اگر میخواهید در این قرن 21 با چنین فاجعه بزرگی روبرو نشید که مهمترین بحران اروپا خواهد شد، میگه باید سرمایه گذاری کنید در آفریقا، اقتصاد اونجا رو نجات بدید، نه اینکه برید اونجا رو استثمار کنید. این خیلی به اصطلاح مسئله بنیادی و ریشه‌ایه دیگه. همه اونا میدونن، یعنی آقای چیشور محبوبانی به همین وضوح به اینا در کنفرانس G7 گفته، ولی در این زمینه آیا قدمی برداشته شده؟ نه. اینا سرکوب ها رو بیشتر میکنن، مشکل پناهندگی رو میخوان با سرکوب حل کنن و این حل نخواهد شد، فقط خونریزی رو بیشتر خواهد کرد. آقای پوری، از یه طرف مهاجرت حق هر انسان توی بیانیه سازمان ملل هم هست، منشور سازمان ملل، شما راحت میتونی جا به جا بشی، جز حقوق انسانی. مثلا از طرف دیگه این مهاجرت صورت میگیره و روز روز بیشتر هم میشه، میگن 10 برابر شده. آمار شما دقیق بهتر میدونید. اینا در شرایط بسیار ناجوری قرار دارن و دلایلش هم وجود که شما گفتید، خب یکیش میتونه جنگ باشه، فقر باشه. تو مسئله مهاجرت توی این دهکده جهانی ما خیلی گلوبال دیگه، امروزه تراثریه، در نتیجه پاتوق جهانی هم میتله. از طرف دیگه ما کنوانسیونهایی داریم، معاهدات بین‌المللی داریم، یک روزی در یک نظمی اینا تصویب شدن، از جمله کنوانسیون ژنو. آیا امروز به اون کنوانسیون ژنو عمل نمیشه؟ ببینید در عمل واقعیت خیلی وقت شروع شده که کنوانسیون ژنو رو در عمل نقض میکنند. خب و الان از نظر تئوریک حداقل در هلندی که من هستم بارها در تلویزیون، من این رو سالها پیش گفتم، وقتی که به اصطلاح اینا میان بحث میذارن بین دو تا پروفسور که آقا کنوانسیون ژنو ضروری است اجراش یا اینکه دورانش به سر رسیده ما باید باطل اعلام کنیم،
یعنی اینکه اینها سیاستمدارا دارن میرن به جهتی که کنوانسیون ژنو رو نقض کنند. مثلا در هلند آقای هنکامپ یکی از مهمترین وزرای به اصطلاح حزب لیبرال هلند، این آدم میگه که کنوانسیون ژنو یه چیز مقدسی نیست، ما باید این رو قابل بحث بکنیم. بعد اکثر این احزاب میگن که آقا پناهنده ها رو الان تو این توافق جدید اروپا هم همینه که باید این آدم ها رو در بیرون مرز اروپا به سرعت تشخیص بدیم، چی پناهنده است چی پناهنده واقعی نیست. خب شما وقتی سرعت رو بالا میبرید، پر واضحه که آگاهانه دقت رو میارید پایین. شما چطوری میتونید در کنار مرز اروپا فوری بفهمید که مثلا من یا شما پناهنده هستیم یا نیستیم؟ اون آدمی که به هر دلیلی، اون کارمندی که بهش یه ترینینگ دوره آموزش سریع دادن، میاد میگه که آقا این آدم ها به نظر من پناهنده واقعی نیستن، همه اینا رو میکنن تو زندان که برگردن به کشور خودشون، در حالی که ما میبینیم در اروپا وقتی از حقوق اینها دفاع میشه به طبق قوانین اروپا، بیش از 70-80% اونایی که بار اول گفته بودن باید برگرده میبینید جواب میگیرن. پس اینجوری نیستش که شما بتونید با این سیاست ها با یه نگاه بگید چی پناهنده هست چی نیست. ما میبینیم که اینا عملا دارن کنوانسیون ژنو رو نقض میکنند. کنوانسیون ژنو مهمترین بندش اینه که هر کسی که به خاطر خطر جانی از کشور خودش به دلایل نمیدونم سیاسی، ایدئولوژیکی، مذهبی در رفته، اون آدم باید بتونه تقاضای پناهندگی از کشورهای اروپایی رو بکنه. خب و وقتی اینا این حق وارد شدن اینها به این کشورها رو از بین میبرند، یعنی نقض آشکار کنوانسیون ژنو. وقتی که اینا میگن مثلا یکی از این تاکتیکاشون برای نابودی کنوانسیون ژنو اینه که به اصطلاح میگن برخورد کاتگوریال، برخورد طبقه بندی شده، مثلا میگن ایران الان امنه برای پناهنده، خب همه اینا رو در جا منفی میدن لب مرز. خب آقا حتی در کشوری که به اصطلاح امنه، مثلا چند هفته پیش یه نفر از آمریکا به هلند پناهنده شد، خب آمریکا یه کشور امنیه، آیا این به این معنی است که برای هر فردی امنه؟ نه، برای هر فردی امن نیست. بنابراین ما باید این دقت رو داشته باشیم که از پناهنده رو سر تهی یک کرباس نکنیم. این نقض کنوانسیون ژنو تو خب تو موارد زیادی میشه نشون داد که اینها عملا آغاز کردند و فرونتکس هزاران مدرک هست که خودش پناهنده ها رو از وارد شدن به مرزهای اروپایی ممنوع میکنه، به زور کشتی ها اینا رو برمیگردونه به ترکیه و امثالهم یا کشورهای اون طرف دریای مدیترانه و میدونه اونجا چه بلایی سرشون میاد. خب اینا همش نقض کنوانسیون ژنو دیگه، یعنی در عمل متاسفانه شروع شده. آقای پوری ما برای وقتمون الان اینجا در این قسمت تموم شده، خیلی کوتاه بگین که چرا گفتمان مترقی در ارتباط با مسئله پناهندگان و پناهجویان، از جایی که مثلا این یک حق انسانی هم هست و مسئله دموکراسی هم گیره خورده، ضعیف شده تو این جامعه؟ والا این خیلی ساده، به خاطر اینه که در اروپا اگه شما نگاه کنید در 30 سال اخیر جریان بی نهایت حاشیه‌ای راست افراطی الان شده ستون فقرات مرکز سیاست اروپا. این احزابی که در مثلا هلند اصلا وجود نداشتند، احزاب راست افراطی، الان اینا به بزرگترین احزاب تبدیل شدند. مثلا یه حزبی هست به اسم سه تا بی 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 که این حزب دفاع از کشاورزان و شهروندان اسمشو گذاشته. این حزب در تاریخ هلند زلزله سیاسی به وجود آورده که هرگز سابقه نداشته، در تمام شهرداری ها، در تمام استانداری ها و در مجلس سنا اکثریت مطلق رو بین تمام احزاب به وجود آورد. این چیزیست که در هیچ کجا در تاریخ هلند تکرار نشده. خب اینها معلوم نتیجهش تبعاتش همین مسائل میشه که احزاب راست قوی تر میشن، سیاست های انسانی ضعیف تر میشه و اینا میگم در برخورد به پناهنده ها فقط یک زبان میفهمند. عملا میگن اینا پناهنده زبان زور رو میفهمند، یعنی اینجا میبینید که از زبان به اصطلاح تمیدم انسانی و حل ریشه‌ای مسائل خبری نیست. برای آرام کردن احساسات بیگان ستیز اینها به سیاست‌های سختگیرانه و سرکوب بیشتر دامن می‌زنند. بله. خیلی ممنون آقای احمد پوری. خیلی ممنون که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید. خواهش
خواهش میکنم، روز شما بخیر.